کسی جوابگو نیست، فقط میگن شما میتونید اگر بیگناهیشون ثابت بشه یه دیه ای بهتون تعلق میگیره. که مادرش هم در اومده گفته من نیومدم اینجا شکایت کنم برای دیه، من اومدم ببینم چرا چنین اتفاقی برای محمد یا امثال محمد باید بیفته. 6 ماه بعد از اعتراض‌های آبان ماه در ایران، دادخواهی خانواده قربانیان به کجا رسیده؟ آیا حکومت به جای پاسخگویی می‌خواهد آنها را ساکت کند؟ از میهمان برنامه می‌پرسیم آیا امیدی به اجرای عدالت هست؟ همچنین در برنامه امشب بازگشایی نیمبند مدارس در ایران، خانواده‌ها و معلمان از چه نگرانند؟ روایت بازماندگان از حمله به زایشگاهی در کابل، صحنه‌هایی که دلخراشتر از میدان جنگ بود. و قاب‌های دوران قرنطینه، خاطراتی که با حفظ فاصله ثبت شد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. هفته آخر آبان ماه گذشته در ایران با اعتراضی گسترده و سرکوبی خونین در خاطره ها مانده است. جهش قیمت بنزین به خشمی عمومی دامن زد و تبدیل به چالشی بزرگ برای حکومت ایران شد. منابع رسمی از اعلام تعداد کشته شدگان شانی خالی کردند، ولی منابع بین المللی شمار کشته های اعتراض های آبان را از حدود 300 نفر تا 1500 نفر نوشتند. آماری که در تاریخ معاصر ایران در یک موج اعتراض علیه حکومت سابقه نداشته. دادخواهی بستگان و بازماندگان کسانی که در این اعتراض‌ها کشته شدند به کجا کشیده؟ آیا کسی از عاملان این سرکوب خونین به عدالت سپرده شده؟ و در نهایت حکومت به خواسته های این اعتراض‌ها چقدر پاسخ داده؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از فرین عاصمی. شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم. 6 ماه از اعتراض‌های سراسری در ایران که به اعتراض‌های آبان معروف شد می‌گذرد. اعتراض‌هایی که به سرعت و با خشونت زیاد سرکوب شد. مردم با تیر زدن. بنابر گزارش‌ها صدها نفر در این اعتراض‌ها کشته شدند. به گفته سازمان عفو بین‌الملل با شلیک مستقیم گلوله به اعضای حیاتی معترضان: سر، قلب و گردن. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع در وزارت کشور ایران گفت در مجموع حدود 1500 نفر در این نارامی ها کشته شدند. 18 نفر آنها کودک و نوجوان بودند، از 12 تا 18 ساله. از جمله این نوجوان 13 ساله که در اسلام شهر با گلوله ماموران امنیتی کشته شد. حکومت ایران هرگز آمار دقیق کشته شده ها را اعلام نکرد. از ابتدا هم من گفته بودم در این زمینه مشخص بشه اونهایی که از نیروهای خودی، چون یه عده‌ای از اینایی که کشته شدن از نیروهای خودی هستن، از نیروهای بسیجن، از نیروهای انتظامی ما هستند، مردم عادی هستن، مردم عابری هست که داشته عبور میکرده مورد هدف قرار گرفته، اینا کاملا مشخص بشه. خدا رحمت کنه. این تصاویری است از دیدار علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، از خانواده بعضی از کشته شده های اعتراض های آبان ماه. آقای شمخانی در این دیدارها گفت بعضی از عناصر به گفته او بیگانه و موج سوار از اعتراض به حق مردم سوء استفاده کردند و پروژه کشته سازی را انداختند. متاسفانه مشکلاتی هم درست شد. آیت الله خامنه ای در 13 آذر 98 در پاسخ به پیشنهاد شورای عالی امنیت ملی دستور داد شهروندانی که به گفته او نقشی در اعتراض ها نداشتند در حکم شهید محسوب شوند. سازمان عدالت برای ایران مستقر در لندن در گزارشی با نام مضحکه عدالت که به همین مناسبت در 6 ماه کشته شدن معترضان منتشر کرده، میگوید حکومت ایران بعضی از خانواده ها را تهدید کرده و آنها را ترسانده تا از شکایت صرف نظر کنند و اقدام هایی کرده که خانواده ها را با روایت رسمی درباره جان باختن عزیزانشان همسو کند، از جمله امضا کردن تعهدنامه یا وعده دریافت دیه برای صرف نظر از حقشان برای شکایت. یکی از نزدیکان سعید رضایی که در کرمانشاه کشته شد از نحوه ساکت کردن خانواده او توسط نیروهای امنیتی میگوید. سعید 25 آبان به دیدن دایش میرفت که با شلیک 3 گلوله به پشت سرش کشته شد. وقتی برننش بیمارستان او را عمل نکردند. بعد از 40 دقیقه فوت کرد. بعد از 6 روز جنازه سعید را به خانواده تحویل دادند. ماموران لباس شخصی در زمان خاکسپاری حاضر بودند. خانواده سعید رو با پول خون فرزندشون ساکت کردن. اون رو به قتل رسوندن اما به او لقب شهید دادن تا خانواده‌اش سکوت کنه. ولی آیا سعید با پول برمیگرده؟
جوونیش که زیر خاک رفت جبران میشه؟ عبدالرضا داستانخواه پدر محمد، نوجوان 15 ساله‌ای که 25 آبان 98 در شیراز کشته شد، به بی بی سی فارسی میگوید بعد از گذشت 6 ماه از کشته شدن پسرش، هیچ مقام مسئولی پاسخگوی دادخواهی خانواده او نیست. شکایت تو دادسرای نظام از نیروهای امنیتی نوشته بودیم، همون روز اول که جنازه رو تحویل گرفتیم. اونم چندین بار که مراجعه کردیم پرونده همینجور در حال بررسی هست. تا چند روز پیش که خانمم رفته بود گفتن که بله، ما فقط گناهکار یا بیگناهی اینا رو ثابت میکنیم و کسانی که گناهکار نباشن فقط یه دیه بهشون تعلق میگیره، چیزی از این که به عنوان شهید اعلام کنن برای اشخاص عادی نیست. شهیدم که اعلام کنن چه سودی دیگه برای پدر مادرش مثلا داره؟ اصل محمد بوده که ما از دست دادیم الکی و می‌خواستیم ببینیم به چه دلیل مثلا این اتفاق بود برای محمد یا امثال محمد افتاده. کسی جوابگو نیست، فقط میگن شما میتونید اگر بیگناهیشون ثابت بشه یه دیه ای بهتون تعلق میگیره، که مادرش هم در مورد گفته من نیومدم اینجا شکایت کنم برای دیه. من اومدم ببینم چرا چنین اتفاقی برای محمد یا امثال محمد باید بیفته. واقعا کسی نیست که بخواد جواب این پدر و مادرها رو بده. محمد داستانخواه 25 آبان 98 در حالی که مدرسه‌اش به خاطر اعتراض‌های سراسری زودتر از معمول تعطیل شد، در راه خانه با شلیک مستقیم گلوله کشته شد. تمام معلم‌ها مدیر می‌دونستن که اون روز صدرا خیابونا شلوغ و واقعا نباید بچه‌ها رو همینجور مثل روزای عادی تعطیل کنن برید خونه. لااقل اطلاعی به والدین می‌دادن که والدین برن دنبال بچه‌هاشون که چنین اتفاقی برای محمد مثلا نیفته. شکایتی از معلم‌ها کردم تو دادسرای فرنگشهر که حکمی هم صادر شده، نوشته شده که به خاطری که توسط نیروهای امنیتی زده شده هیچ گونه چیزی شامل متوجه معلمین و بیای مدرسه نمیشه. یکی از اعضای خانواده یکی از کشته شده های اعتراض های آبان هم که خواست نامش برده نشود، به بی بی سی فارسی گفته خانواده‌اش تحت فشار شدید هستند. به گفته او خانواده‌اش برای دادخواهی به مراجع قضایی رفتند، اما مقام ها وقتی شناسنامه او را دیدند به این بهانه که تاکنون رأی نداده، فرد کشته شده را مخالف نظام نامیده و خانواده‌اش را تهدید کردند. حکومت ایران میگوید تعداد کسانی که در اعتراض های آبان کشته شدند بسیار کم است. با این حال در این 6 ماه هر بار از اعلام دقیق تعداد کشته ها تفره رفته. در این مدت به دادخواهی خانواده ها هم پاسخی داده نشده. دادخواهی که خواسته خیلی از فعالان اجتماعی و مردم هم هست. خواسته که به نظر نمی رسد حکومت ایران فعلا قصد برآورده کردن آن را داشته باشد. آقای نیروی انتظامی، شما مگه با مردم نیستی؟ فرین آسمی، بی بی سی. شادی صدر فعال حقوق بشر از مدیران سازمان عدالت برای ایران از لندن با ماست. خانم صدر، سازمان شما بیانیه داده آنچه که درباره پیگیری کشته شدگان سال 98 آبان 98 انجام شده رو مضحکه عدالت توصیف کرده. چطور به این نتیجه رسیدی؟ چه شواهدی در اختیار شما قرار گرفته؟ ببینید، ما با بررسی بیشتر از 1200 ویدیویی که از سوی شهروندان منتشر شده بود در درباره تظاهرات و همینطور موارد استفاده از سلاح علیه تظاهر کننده ها، به این نتیجه رسیدیم که در بیش از حداقل 39 شهر از 15 استان ایران نیروهای انتظامی و امنیتی از آتش گشودن بر روی معترضان که منجر به مرگ و کشته شدن صدها نفر شده. در 13 آذر 98، یعنی حدود دو هفته بعد از سرکوب شدید اعتراضات، رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد شورای عالی امنیت ملی موافقت میکنه و تعیین میکنه که چگونه با خانواده های داغداری که در گوشه گوشه ایران در سرگردانی محض بودن و سوالاتی در مورد اینکه چرا بچه هاشون باید کشته شده باشن، مسئول این مرگ ها چیه و چرا برای یک اعتراض ساده انسان ها باید جانشون از دست بدن، مشخص میکنه. بر اساس سیاست مصوب رهبری کشته شدگان به 3 دسته تقسیم میشن و جانهاشون هم به همون اندازه به 3 دسته طبقه بندی میشه و ارزش گذاری میشه. دسته اول شهروندانی که در اعتراضات شرکت نداشته و
در اونجا بودن و به طور اتفاقی کشته شدن. دسته دوم معترضینی که از نظر مقامات رسمی دست به اسلحه نبودن و دسته سوم کسانی که مقامات ادعا دارن که اختشاشگر بودن و در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدن. دسته اول رو رهبری تعیین میکنه که باید بهشون عنوان شهید داده بشه و دیه. دسته دوم که معترضین ساده بودن فقط دیه بگیرن و دسته سوم مستحق هیچ چیزی نیستن. به این ترتیب مصوبه رهبر جمهوری اسلامی تمامی روزنه ها رو برای ایجاد هر گونه پرونده قضایی و هر گونه تحقیق مستقل در مورد این مرگ ها و این موارد کشته شدن از بین میبره و خانواده ها رو به مقامات دستور میده که این سیاست رو اجرا کنن که خانواده ها رو با تطمیع یا تهدید بپذیرونن بهشون که بچه هاشون در حکم شهید محسوب بشن یا همونطوری که در گزارش شما بود دیه گرفته بشه و کل قضیه ختم بشه. این خلاصه یافته گزارش ماست و خوشبختانه ما تونستیم بعد از 6 ماه اعتماد 48 تا خانواده از کشته شده‌ها بهره‌مند بشیم و اطلاعات رو بگیریم و از اونها بپرسیم که این مصوبه و سیاست‌ها چگونه در این چند ماه اجرا شده. همونطور که میدونیم روحانی رئیس جمهور کمیته های در سراسر کشور به مدیریت استانداران تشکیل داده برای اجرای این مصوبه ها و همونطور که گفتم خانواده ها با فشار یا با تطمیع بسیاری از اونها مجبور شدن که عنوان شهید رو بپذیرن یا شکایت هاشون رو متوقف کنن و اونهایی هم که شکایت کردن حتی بهشون قول هیچ گونه تحقیقی داده نشده چه برسه به اینکه شکایت ها بهش رسیدگی انجام بشه. حوادث بعدی که اتفاق افتاد مثلا رفتن ایران و آمریکا تا آستانه یک جنگ، ساقط شدن یک هواپیمای مسافربری توسط سپاه پاسداران، کرونا، تا چه اندازه این ممکنه که کم یا زیاد حوادث آبان رو تحت شعاع قرار داده باشه و در حقیقت بر روی پیگیری ها تأثیر گذاشته باشه؟ ببینید برای خانواده که عزیزش رو از دست داده هیچ کدوم از این موارد مهم نیست، برای اینکه اون داغ انقدر بزرگه و سؤال دانستن حقیقت و دسترسی به عدالت انقدر پررنگه که مهم نیست. ولی همونطور که گفتین از نظر افکار عمومی بلافاصله بعد از اعتراضات آبان ماه ما با مواردی مثل سقوط هواپیمای اوکراین، کشته شدن قاسم سلیمانی و بعد کرونا و غیره مواجه بودیم که مسئله آبان رو در نزد افکار عمومی از اون پررنگی که حقش بود انداخت. ولی از اون طرف هم به نظر من کارزار مقامات جمهوری اسلامی برای ساکت کردن خانواده ها و برای اینکه امر دادخواهی رو تعطیل بکنن به شدت و با موفقیت بسیاری اجرا شد. متاسفانه از ابتدا اون روایت رسمی که یک عده از بین تظاهر کننده ها اونها رو کشتن، یک عده اختشاشگر و نه مقامات امنیتی و انتظامی، با پذیرش عنوان شهید به اجبار یا تهدید از توی خانواده ها تونست تثبیت بشه و همینطوری جلو بره و به عنوان یک روایت رسمی باقی بمونه. خانم صد، در خارج از ایران چطور میشه این موضوع رو پیگیری کرد؟ بسیار از خانواده ها همین نکته‌ای که شما گفتین براشون بسیار مهمه که حالا که در ایران دادخواهی به جایی نمیرسه از طریق مراجع بین‌المللی رسیدگی بشه. ما به شدت مشغول یافتن راه‌هایی هستیم که این پرونده ها حداقل ثبت بشه در مراجع بین‌المللی و در نزد نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و بعد راه‌هایی رو پیدا کنیم که بشه پیگیری جدی‌تری انجام داد و به همین دلیل اعتماد خانواده‌ها تو این قضیه بسیار بسیار مهمه به نهادهای حقوق بشری، چون از نظر قوانین بین مللی اتفاقی افتاده نقض بارز و گسترده و سازماندهی شده یه حق حیات هستش و دولت جمهوری اسلامی وظیفه داشته حتی بدون شکایت خانواده ها به تک تک این موارد رسیدگی بکنه، تحقیق قضایی انجام بده و عاملان و آمران رو شناسایی کنه و به مجازات برسه. بسیار ممنونم از شادی صد، فعال حقوق بشر و از مدیران سازمان عدالت برای ایران. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس، در ایران به 6 سال زندان محکوم شده. به گفته وکیل خانم عادل‌خواه، جرم او اجتماع و تبانی علیه منافع ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی اعلام شده. خانم عادل‌خواه حدود یک سال پیش در سفری به ایران بازداشت شد. پیشتر رولان مارشال، همکار و شریک زندگی او که همراه او در ایران بازداشت شده بود، بعد از 9 ماه حبس با جلال روح الله نژاد، شهروند ایرانی زندانی در فرانسه، معاوضه شد. وزیر خارجه فرانسه حکم صادر شده برای فریبا عادل‌خواه را سیاسی خوانده و خواهان آزادی فوری او شده.
سعید دهقان وکیل فریبا عادلخواه با ماست. آقای دهقان، اول از شرایط خانم عادلخواه بگید، الان ایشون در چه وضعیتی هستند؟ وقت بخیر. در واقع در مورد این پرونده یه مقدمه ضروری هست، اونم این که من و همه همکارانم در این پرونده، آقایان بهزادی و آقای احمدی و در تصویر بزرگتر همه وکلای مستقل در سیستم قضایی، به دنبال همون یک کلمه هستیم به نام قانون که از پیش از مشروطه دنبالش هستیم و روند این پرونده فراز و نشیب هایی داشته که به وقت خودش نیاز به بررسی دقیق تری داره. در حال حاضر خانم عادلخواه بعد از آزادی آقای مارشال از روحیه بهتری برخوردار هستند، به ویژه اینکه به هر حال ایشون برای ملاقات با خانم عادلخواه و خانواده‌شون به ایران آمده بودن و میهمان بودن. بعد از این آزادی خب احساس بهتری دارن، اما از نظر فیزیکی خب بعد از 50 روز احتساب غذا روحیه‌شون هرچند خوب هست، اما از نظر جسمی دچار مشکلات عدی هستند که خب ناشی از احتساب غذای گسترده. اشاره کردید به اعتصاب قضا و 50 روزی که گذشت، در مورد محکومیت ایشون بگید، چطور به این نتیجه رسیدن و این حکم رو اعلام کردند؟ واقعیتش اینه که اینکه چطور به این نتیجه رسیدند رو خود دوستان سیستم قضایی باید جواب بدن، ولی از نظر حقوقی و از نظر قانونی آنچه که به عنوان اتهام برای خانم عادلخواه و آقای مارشال مطرح شده، خب اتهامات عدیده بوده، از جمله جاسوسی و تشویش اذهان عمومی که در محله دادسرا با توجه به مذاکراتی که با بازپرس پرونده داشتیم و روند دفاعی پرونده و دقتی که اونجا به نوعی انجام شده، خب از جاسوسی و تشویش اذهان عمومی به نوعی منع تعقیب صادر شده و قطعی شد. اما به نوعی اتهام جدیدتری برای خانم عادلخواه مطرح شد، اونم اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور و تبلیغ علیه نظام، که خب اتهام اجتماع تبانی برای آقای مارشال هم بود. واقعیتش اینه که در طول مسیر پرونده اون چیزی که ما به عنوان وکیل پرونده دقت داریم و روش تمرکز داریم اینه که شاید یه وقتایی در دادسرا با توجه به اون تبصره ماده 48 که خب از اساس مشکل حقوقی داره و خلاف اصل 9 قانون اساسی هست و اصولا قانون دچار ایراد اساسی هست، با توجه به اون ما قاعدتا باید در دادسرا دچار مشکل بیشتری بودیم در روند دفاعی و کار حرفه‌ای وکالتمون، اما این اتفاق در دادگاه در واقع بیشتر افتاده و بیشتر میفته. اما در مورد آقای مارشال طبیعتاً اجتماع و تبانی وقتی ایشون بدون حکم آزاد میشن و برمیگردن به پاریس، به طور طبیعی عقلاً و منطقاً ما نباید این اتهام رو برای خانم عادلخواه داشته باشیم، برای اینکه اجتماع و تبانی همونجور که از عنوان اتهامی مشخص هست بیش از دو نفر یا بیشتر باید باشن. خب در اینجا یک نفر که نمیتونه تبانی بکنه با چه کسی؟ این خود این مسئله جدی هست، ضمن اینکه تشویش اذهان عمومی با تبلیغ علیه نظام در واقع برای فعل واحد عناوین اتهامی متعدد، این هم غیر قانونی است، برای اینکه اونجا مسئله مثلا فرض کنید مخالفت با قانون حجاب اجباری یا مخالفت با قوانین تبعیض آمیز بین زن و مرد، بحث علمی هست که موکل بنده خانم عادلخواه مطرح کردند. بسیاری از روشنفکران و عالمان به علم حقوق، جامعه شناسی و سایر رشته‌های در واقع علوم انسانی این بحث رو مطرح می‌کنند، اما ارتباطی نداره. وقتی این بحث تشویش اذهان عمومیش منع تعقیب صادر میشه و از این اتهام تبرئه میشه، نمیشه با همین عناوین به تبلیغ علیه نظام رسید و این پرونده رو همچنان در دادگاه دنبال کرد. و برای این طبیعتا ما معتقدیم مثل آقای مارشال، خانم عادلخواه هم در واقع بیگناه هستند و باید سریعا آزاد بشن. خب آقای مارشال مبادله شدن با روح الله، با جلال روح الله نژاد، یک شهروند ایرانی که در فرانسه زندانی بودن. آیا حرفی از مبادله خانم عادلخواه هم مطرحه؟ ببینید، واقعیتش اینه که از منظر حقوقی ما در ترمینولوژی علم حقوق عنوانی به نام مبادله نداریم. بنابراین من به عنوان وکیل دادگستری نمیتونم در رابطه با مبادله صحبتی بکنم. من در این زمینه نفیان یا اثباتاً نمیتونم صحبتی بکنم. اما واقعیتش اینه که همچنان که در واقع برای خانواده روح‌الله نژاد خوشحالیم که برگشتن به ایران، برای مارشال هم به همین نفع، اما واقعیتش اینه اساساً در مورد آقای مارشال پرونده به محکومیت نرسید و موضوع مبادله هم یک عنوان سیاسی است، نه عنوان حقوقی. ما با توجه به این مسئله تاکید داریم که عناوین اتهامی
در واقع ناشی از سوء تفاهم بوده و مطرح شده و همین عنوان اتهامی، چون در مورد خانم عادل‌خواب بعد از به نوعی منتفی شدن اتهام جاسوسی اجتماع تبانی مطرح شده و یک سر ضلع اجتماع تبانی به نوعی آزاد شدند و برگشتند، به هر نحوی البته، طبیعتاً نمیشه این عنوان رو برای خانم عادل‌خواب مطرح کرد. از اون مهمتر، تبلیغ علیه نظام وقتی مطرح میشه، شما توجه دارید که به هر خانم عادل‌خواب بخش از اپوزیسیون معتقد بودن ایشون سمپات در واقع نظام هستند و این خیلی سخته که یک فرد پژوهشگر به عنوان یک محقق در یک حوزه علمی بحثی بکنه که بسیاری همین اعتقاد رو شاید داشته باشن و دارن و منظور یک پژوهشگر اصولا تبلیغ علیه له یک نظام نیست، شاید خوشایند ادعی باشه خوشایند ادعی نباشه، ولی خب نمیشه که این مسئله باز هم مطرح بشه و در روند دادگاه هم البته ما در خود دادگاه هم با موانعی مواجه بودیم. ما همکاران بنده در این پرونده که در محله داستان با هم اومده بودیم، خب واقعیتش در دادگاه جناب آقای قاضی یک و دو نفر از همکاران بنده رو نپذیرفتن و در نهایت به نوعی این سختگیری ها و این موانع باعث شد که ما به بحث سیاسی هم به نوعی پرونده رو بکشونیم، برای اینکه این بحث جدیه. ما مسئلهمون حقوقی است و مسئله قانونیه و به دنبال همون یک کلمه هستیم که به حال از پیش از مشروطه دنبالش بودیم. بسیار ممنونم از سعید دهقان، وکیل فریبا عادل‌خواب. در ایران ستاد ملی مبارزه با کرونا برنامه بازگشت به شرایط عادی را اعلام کرده که شامل فعالیت مدارس، مسابقات ورزشی و مراسم سیاسی و مذهبی در روزهای آینده می شود. مدارس از امروز به صورت نیمبند باز می شوند و قرار است مراسم روز قدس و عید فطر به شکل نمادین یا محدود برپا شود. همچنین دانشگاه ها از 17 خرداد ماه بازگشایی می شوند. اوضاع در بعضی از مناطق مخصوصا خوزستان همچنان بحرانی است و تهران هم در وضعیت قرمز قرار دارد. سیاوش اردلان گزارش می دهد. بحران گرسنگی می تواند از بحران کرونا هم خطرناک تر باشد. اینجا در همدان نیروهای هلال احمر میکوشند کمک‌های غذایی را به اقشار نیازمند برسانند. در هفته‌های گذشته بنیادها و نهادهای حکومتی مثل کمیته امداد و ستاد اجرایی بودند که میلیون‌ها بسته غذایی را با تبلیغات فراوان بین خانوارهایی که شناسایی شدند توزیع می‌کردند. اما دولت ایران مثل خیلی دولت‌های دیگر اصرار به سرگیری هر چه زودتر فعالیت‌های کامل اقتصادی دارد، حتی در زمانی که ویروس کرونا هنوز مهار نشده. استراب و دلهوره درست نکنیم، بی تفاوتی هم درست نکنیم، یعنی اتخاذ راه حل های بینابینی. مدارس باز شدند ولی بدون تشکیل کلاس های درس. مسابقات ورزشی از سر گرفته شدند ولی بدون تماشاچی. آرامگاه های اصلی مذهبی باز شدند ولی فقط در محوطه صحن و در ساعاتی خاص. و البته روز قدس که برای حکومت اهمیت تبلیغاتی فراوان دارد. بعضی جاها برگزار نمی شود، بعضی جاها به صورت تجمع داخل مسجد خواهد بود و در تهران با خودرو نه با پای پیاده. تهران با اینکه خب شرایط قرمز نماز جمعه ما نداریم، قرار شد که مسئولیت رو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده بگیره، از یک مبدأ تا یک انتهایی از طریق خودرو یک حرکتی انجام بگیرید. روشن نیست آیا قرار است فقط خود نیروهای سپاه در این مراسم شرکت کنند یا از مردم عادی هم می‌خواهند که در داخل خودروها به صف شوند. تلاش برای یافتن راه‌های بینابینی، ولو اینکه در بعضی نقاط ایران مثل استان خوزستان بینابینی وجود ندارد. وضعیت خوزستان قرمز اعلام شده و تعطیلی‌ها فعلا ادامه دارند. ایران با نزدیک به 118,000 مبتلا و حدود 7,000 فوتی که آمار رسمی دولتی است، در راه پرخطر بازگشت به شرایط عادی قدم می‌گذارد. اما سایه سنگین ترس از موج دوم باعث شده ادامه زندگی عادی در همه جا به اطلاع ثانوی موکول شود. سیاوش اردلان، بی بی سی. از معلم‌ها و دانش آموزانی که امروز به مدرسه برگشتن نظرشون رو پرسیدیم. مدرسه شدیم، مدیر مدرسه به دانش آموزان و معلمین ماسک و دستکش دادن و تاکید کردن که حتما باید دور از هم بنشینید و سعی کنید بعد از اینکه مشکلاتتون رفع شد، مشکلات درسی، میتونید کلاس رو ترک کنید و با فاصله مدرسه رو ترک کنید و به خونه برید، با هم دیگه دست ندید. ما هم سین زنگی به نام زنگ تفریح نداشتیم. بعد اینکه یک ساعت تو کلاس بودیم و
درس رو مرور کردیم دیگه مدرسه رو ترک کردیم. خب با این وضعیت کرونا که هست، باز شدن مدارس اصلا کاری درستی نیست و فکر کنم بیشتر از 80% دانش آموزان کشور با این تصمیم مخالف باشن. مطمئنا با این باز شدن مدارس کرونا خب شیوعش شاید بیشتر بشه. خب میگم واسه رفع اشکال بیان مدرسه، اما خب ممکنه یه روز مثلا 100 نفر از بچه‌ها برن مدرسه. خب همه پایه‌ها توی مدرسه هستن، مثلا توی دبیرستان 3 پایه هستش که تعداد دانش آموزان هم زیاده. واقعا با این وضع باز شدن مدارس اصلا کار درستی نیست و واقعا ما دانش آموزا در خطریم. اگرم نریم درس رو شاید یاد نگیریم، اون موقع هم میگن تقصیر خودتون بود میرفتین مدرسه. میتونستن خب امتحانات رو عقب بندازن، آزمونا رو عقب بندازن تا یکم اوضاع بهتر بشه، بعد مدارس رو یه مدت باز کنن. من اصلا با بازگشایی مدارس موافق نیستم. شاید یکم نسبت به هفته های قبل بهتر شد، ولی وقتی روزانه 1300 تا 1400 تا 1500 تا مبتلا 70-80 تا جان باخته میدیم، قطعا نشون میده که شرایط خیلی بده. مدارس هم بالاخره هر کاری کنیم بچه ها و دانش آموزه بالاخره با هم میگن، میخندن، دست میدن بالاخره پیش هم دیگن. حالا هر چقدر فاصله گذاری بخوان بکنن مدارس، بازم نمیتونن جلوی این کاری بچه ها رو بگیرن دیگه. سر همین موضوع به نظر من خیلی کار بدیه، الان جمهوری اسلامی باز کرده مدارس رو که اگه بچه حالا کرونا بگیره مثلا توی این شرایط بگه چی؟ اختیاری بوده، میتونستید نفرستینش. اگرم درسش از اونور خراب بشه و تجدید بیاره مثلا بگه مدارس که باز بوده میخواستید بفرستینش. یعنی ما رو قشنگ الان منگنه قرار دادن. من به نمایندگی از تقریبا میتونم بگم یک خانواده خیلی بزرگ، چون که با هر کدوم از اعضای خانوادم که صحبت میکنم همه نگرانن و ناراضین از اینکه قرار بچه هاشون رو بفرستن مدرسه. والا باز شدن مدرسه ها برای اینه که حالا بچه ها یه چیزی یاد بگیرن. به نظر من با وجود این کار چیزی غیر از این یاد نمیگیرن که بچه ها سلامتیتون زیادم مهم نیست. چقدر میخوان مثلا از هم دیگه فاصله بگیرن، به هر حال برخورد با هم دیگه خواهند داشت. بازگشایی مدارس بعد از همه‌گیری ویروس کرونا یک چالش جدیده. ارتباط این ویروس با کودکان چندان روشن نیست. اونا ممکنه که کرونا بگیرن ولی به ندرت. حالشون وخیم میشه و معلوم نیست که چقدر میتونن این ویروس رو به همدیگه یا به بزرگسالان، مخصوصا کارکنان مدرسه منتقل کنن. در بریتانیا باز شدن مدرسه ها به جدالی سیاسی تبدیل شده. دولت میخواد مدارس از 2 هفته دیگه باز بشن، اما فقط کودکستان ها و بعضی از دبستان ها و دبیرستان ها. بازگشایی فقط در انگلستان اتفاق میفته، اسکاتلند، ایرلند شمالی، ولز هنوز تاریخی برای این منظور اعلام نکردن. در خود انگلستان هم اتحادیه معلمان میگه که هنوز برای این کار خیلی زوده و درخواست کرده که معلم ها دائم آزمایش بدن. همینطور همه شهرها از دستور دولت تبعیت نمی کنن. مثلا لیورپول هنوز مذاکرات اتحادیه معلمان و دولت به نتیجه نرسیده. هنگام تعطیلی مدارس فقط کودکانی به مدرسه می رفتن که شغل والدین اونها جزو مشاغل حیاتی بود، مثل دکترها و پرستارها. مدیران مدرسه ها در این مدت فرصت دارن تا خودشون رو آماده کنن و دنبال راهکارهایی برای ایمن کردن محیط مدرسه باشن تا ویروس کرونا گسترش پیدا نکنه. نظر چند نفر رو در این باره بشنویم، از جمله مدیر یک مدرسه ابتدایی و مادری که کارش ضروری محسوب میشه و بچهش به مدرسه میرفته. نگرانم، تا اول ژوئن زمانی نمونده، هنوز شمار مبتلاهای جدید بالاست، هنوز شمار کسایی که میمیرند توی کشور بالاست. فکر میکنم تو این زمینه عجله شده. در مجموع رفتن به مدرسه تجربه خوبی برای بچه ها بوده. فکر میکنم برای سلامت روان بچه ها خوبه که زمانهای خارج از محیط خونه باشن. خطرش خیلی بالاست. اون برای اینکه درک فاصله گذاری اجتماعی داشته باشه خیلی کوچیکه. فکر میکنم که بهتره و مهمتره که خونه بمونه، جایی که امنه و اونم خوشحاله. در بقیه کشورهای اروپایی سیاست‌ها در این زمینه بسیار متفاوته. مثلا در آلمان که موفق‌ترین کشور اروپا در کنترل شیوع کرونا بوده، شیوه کاهش محدودیت‌ها به ایالت‌ها واگذار شده. البته مدارس در بعضی جاها برای بچه‌های کوچک‌تر و اونهایی که باید امتحان بدن باز شده. قراره کلاس‌ها در مقاطع دیگه به مرور در طول تابستان باز بشه. در ایتالیا اعلام شده که مدرسه‌ها تا ماه سپتامبر، یعنی حدود 3 ماه و نیم دیگه، باز نمی‌شن.
در اسپانیا بعضی از مدرسه ها از 10 روز دیگه باز میشن، ولی انتظار نمیره که مدرسه ها به طور کامل تا سپتامبر باز بشن. در فرانسه مدارس ابتدایی و مهد کودک ها از 5 روز پیش درهاشون رو باز کردن. مدارس دانش آموزان 11 تا 15 ساله هم در مناطقی که سبز هستن از پس فردا باز میشن. البته نباید بیشتر از 15 نفر توی کلاس باشند و ماسک زدن برای بزرگترها اجباری. در این کشور مدارس برای دانش آموزان بالای 15 سال قرار نیست تا 2 هفته دیگه باز بشه. در آمریکا دکتر آنتونی فاوچی متخصص ارشد مبارزه با کرونا در کاخ سفید گفته که بازگشایی مدرسه ها در پاییز باید با احتیاط انجام بشه و در مناطق پرخطر باید مدرسه ها بسته بمونن. این حرف به مزاق دونالد ترامپ که به دنبال بازگشایی کامل خوش نیامده. آقای ترامپ به اظهار نظر دکتر فاوچی اینطور واکنش نشون داد. جوابش من رو متعجب کرد، به خاطر اینکه برای من این جواب قابل قبولی نیست، به خصوص وقتی مسئله مدارس پیش میاد. تنها چیزی که به نظرم قابل قبوله اینه که معلم ها و استاد هایی که سنشون از یه حدی بیشتره تا چند هفته دیگه خونه بمونن. 5 هفته، 4 هفته، کی میدونه؟ به نظرم مدارس باید قطعا بازگشایی بشن. مملکت ما باید به حالت عادی برگرده و هرچه سریعتر باید این اتفاق بیفته. من بازگشایی کشور رو در شرایطی که هنوز مدارس بستن قبول ندارم. میگن تأثیرش رو بچه ها خیلی کمه. قویا توصیه میکنم که باز کنن. بستگی به فرماندارا داره. ایالت ها تا وقتی که مدارسشون بستن باز حساب نمیشن. دونالد ترامپ بود رئیس جمهوری آمریکا. اما در افغانستان حمله مهاجمان مسلح به بیمارستان دشت برچی در غرب کابل هفته قبل 24 کشته و 16 زخمی بر جای گذاشت. اکثر آنها زنان باردار و مادرانی بودند که تازه زایمان کرده بودند. اما 19 کودک نجات یافتند. مسئولیت این حمله را هنوز هیچ گروه فرد یا گروهی به عهده نگرفته. نسرین نوا روایت چند قربانی این حادثه را گزارش کرد. کودکانی که بیمادر شدند و پدری که تنها غمش مرگ همسر نیست. در حمله مهاجمان مسلح به بیمارستان صدبستر در غرب کابل نه تنها همسرش را از دست داد، نوزادشان هم با گلوله زخمی شد. حالا دست به دعا برای بهبودی حال کودکی که در یک روزگی زیر تیغ جراحی رفته. رفیع الله که در قندهار نظامی است پس از 3 ماه برای این روز به خانه برگشته بود. او که بیرون از بیمارستان در ماشینی منتظر بوده با تماس همسرش خبر خوش تولد کودکش را شنیده. اما این خوشی دوامی نداشته. نمونمور طرف دی بس که ما چې مور په دنجری باندې ګونوم چکیو. آقا یادونمون را تواخسر ما چې با مادرم در ماشین بحث میکردیم که چه اسمی برایش بگذاریم. 2 تا اسم پیشنهاد کرد، اما من گفتم اسمش را صلح بگذاریم. همین را گفتم که صدای شلیک شروع شد. لباس نظامی مرزی بتن داشت. به هر کسی دوروبرش بود شلیک کرد و وارد بیمارستان شد. فوراً به خانمم زنگ زدم و گفتم خودش را جای پنهان کند. میگوید صحنه‌ای که در آن بیمارستان دیده دلخراشتر از میدان جنگ بوده. داخل بیمارستان که شدم هر طرف خون و جسد افتاده بود. وضعیت خیلی بد بود. این حال را در 8 سال وظیفه ندیده بودم. تعجب میکنم بعد از دیدن آن صحنه ها چطور سالم ماندم. باید دیوانه میشدم. دردی تقریبا مشترک در خانه دیگر. اینجا هم 3 کودک مادرشان را از دست دادند. کوچکترینش 1.5 ساله و شیرخوار. تنها ماما یا قابله‌ای که در این حادثه جان باخته مادر این کودکان بوده. این مقصد بسیار قلب شکسته واقعا. بسیار سخت است. یعنی دروش شده که مادرش نیست. هر دفعه داخل اتاق میشه میگه مادر سلام، مادر سلام. دیگه همینطور که فکر میکنم مادرم اینجا هست. سلام بگم شاید بیایه. مریم که 12 سال در ولایت ناامن میدان وردک کار کرده برای زندگی آرامتر به پای تخت آمده بود. 2 ماه از کارش در این بیمارستان نگذشته بود که هفته قبل قربانی این حادثه شد. خانوادهش ساعتها برای پیدا کردن او سرگردان بودند. بعد از دیدنش هم قادر به تشخیص جسد نشدند. 25 یا 30 نفر همکارایشان آمده بود 1 ساعت پیشتر. امینا هم تایید کرد که ما گفتیم که جان تبیکش که خطر است. گفت مریض زیر دستم است.
ای از بین میره، تلف میشه، یا مادر یا طفل تلف میشه. تا زمانی که چند دقیقه طول کشیده که کار از او زایمان انجام شده، که از او مطمئن شده، آمده بیرون که هدف حسابات مرمی قرار میگیره و متاسفانه در جایی افتاده که بعدا دو تا موتر آتش میگیره که جسدش کاملا سوخته بود، قابل شناسایی نبود. 5 روز قبل مهاجمان مسلح به بیمارستان صد بستر برچی در غرب کابل حمله کردند، مرکزی که توسط سازمان پزشکان بدون مرز حمایت می شود. این سازمان دیروز اعلام کرد که مهاجمان به هدف کشتن زنان و نوزادان به این مرکز حمله کردند. به گفته این نهاد در مسیر مهاجمان بخش‌های دیگری هم بوده که مسئول باقی مانده و فقط زایشگاه را هدف قرار دادند. در این حادثه 16 مادر در حال زایمان و پس از زایمان کشته شدند، اما 19 نوزاد نجات داده شدند. نوزادانی که روز تولدشان یکی است با مرگ مادر. نصر نوا، بی بی سی، کابل. مایکل کوگلمن، معاون برنامه آسیا در اندیشکده ویلسون از واشنگتن با ماست. آقای کوگلمن، در این شرایط با این روزهای خونباری که در افغانستان میگذره، هنوز آمریکا حرف از صلح با طالبان میزنه، حرف از خروج نیروهای خودش از افغانستان میزنه، فکر میکنید که قابل انجام و قابل دستیابی باشه صلح در افغانستان با این گفتگوهایی که آمریکا شروع کرده؟ من فکر میکنم که سیاست ایالات متحده در حال حاضر بسیار غیر منطقی است، برای اینکه همچنان این سیاست خواهان گفتگوهای مستقیم بین طالبان و دولت افغانستانه. از طالبان میخواد که با دولت افغانستان همکاری بکنه تا مثلا بتونن عاملان حمله های وحشتناک هفته گذشته رو پیدا بکنن، اما روشنه که دولت افغانستان به هیچ وجه آماده چنین گفتگوهایی نیست، دست کم الان، بلکه برعکس تصمیم گرفته که به تهاجم خودش علیه طالبان شدت بده. دولت افغانستان اتفاقا طالبان رو مسئول حمله به زایشگاه در کابل، زایشگاهی میدونه که هفته پیش اتفاق افتاد، هرچند که طالبان مسئولیت و حمله رو به عهده نگرفت. من فکر میکنم ایالات متحده واقعا میخواد هر چه زودتر از افغانستان خارج بشه و دلش میخواد که روند صلح بین طالبان و دولت افغانستان شروع بشه. برای همین آمریکا میخواد وقتی این اتفاق بیفته و نیروهاش رو از افغانستان خارج بکنه، وجهه بهتری داشته باشه. به نظر نیاد که مثلا تسلیم شده، وجهه سیاسی بهتر داشته باشه اگه آمریکا در حالی از افغانستان خارج بشه که روند صلح در این کشور شروع شده باشه. ولی واقعا وقتی به نشانه ها نگاه میکنیم، چنین برنامه‌ای، چنین خواسته‌ای از طرف آمریکا قابل برآورده شدن هست؟ فکر میکنید که آمریکا موفق بشه که دولت افغانستان و طالبان رو کنار هم قرار بده و وضعیت فعلی امنیتی رو در افغانستان هم کمی تغییر بده؟ بسیار کار دشواری برای ایالات متحده خواهد بود. فراموش نکنیم، انصافا هم باید گفت که ایالات متحده تونست به یک توافقی با طالبان نائل بشه و این طالبان رو مجبور کرد که وارد یک پروسه صلح با دولت افغانستان بشن، هرچند این پروسه حالا به نتیجه نرسیده. و اون نکته دیگه ای که نسبت به بهش خوشبین باشیم این هستش که یک دعوای سیاسی الان بین دولت افغانستان، یعنی آقای اشرف غنی و عبدالله وجود داره. این منازعه الان حل شده کما بیش و این منازعه یکی از گره هایی بود در راه شروع روند صلح افغانستان. اما مشکل دیگه این هستش که دولت افغانستان الان آماده نیست و دوست نداره بشینه سر میز صلح با تروریست ها مذاکره کنه، مخصوصا بعد از حمله های فاجعه بار هفته گذشته. من فکر میکنم که ایالات متحده فکر میکنه که هر کاری تونسته انجام داده، مخصوصا طریق سفیر خودش آقای خلیلزاد، که بتونه گفتگوهای صلح رو شروع بکنه. آقای پامپئو وزیر خارجه آمریکا یک سفر
غیر منتظره به کابل داشت در اوج بحران کرونا که بتونه مسئله رو حل و فصل بکنه که نتونست. ولی الان راستش رو بخواید من فکر میکنم در حال حاضر هدف آمریکا این هست که بتونه شرایطی رو ایجاد بکنه که بتونه نیروهاش از افغانستان خارج بکنه و همونطور که قبلا به شما گفتم این برای آمریکا بهتر خواهد بود اگر این کارو زمانی انجام بدید که روند صلح شروع شده باشه. آمریکا در حال حاضر متعهد هست که نیروهای خودشو تا سال آینده به طور کامل، یعنی تا بهار آینده به طور کامل از افغانستان خارج بکنه، حتی اگر روند صلحی در اونجا وجود نشده باشه. اما نیروهای ایالات متحده به هر حال در حال خروج از افغانستان هستند. آقای ترامپ در تازه ترین اظهار نظری که کرد در مورد افغانستان از جمله گفت که دولت افغانستان در روزهای آینده شرایط سختی خواهد داشت. آیا به خاطر پیشبرد روند صلح دولت آمریکا بر روی کابل فشار میاره؟ تنها گزینه‌ای که داره فشار بر روی حکومت اشرف غنیه؟ میدونید متاسفانه ایالات متحده گزینه چندانی نداره. ایالات متحده تلاش کرد که یکی از اهرم‌هایی که دستش بود رو استفاده بکنه، اون هم کمک مالی بود. دولت ایالات متحده نزدیک به $1,000,000 از کمک‌های خودش به دولت افغانستان قطع کرد بعد از اینکه آقای پومپئو به کابل سفر کرد و این در زمان خودش جواب نداد. برای همین فکر میکنم در حال حاضر تنها چیزی که ما میتونیم نسبت بهش امیدوار باشیم اینه که مثلا آقای خلیلزاد سفیر آمریکا در افغانستان بکوشن تا آرام آرام دو طرف، یعنی دولت افغانستان و طالبان رو به پشت میز مذاکره فشار بدن و هول بدن. اما شما به بازیگران دیگه هم نگاه بکنید، مثل پاکستان که رابطه نزدیکی با طالبان داشته و نقش موثری در آوردن طالبان به پای میز مذاکرات با آمریکا داشته. سوال اینجاست که پاکستان در چارچوب گفتگوهای صلح داخل افغانستان چه نقشی رو ایفا بکنه، مخصوصا که دولت‌های افغانستان و دولت پاکستان خیلی با هم دیگه خوب کنار نمیان و تنش بینشون زیاد هست. بنابراین من فکر می‌کنم خیلی مشکل خواهد بود برای آمریکا که در حال حاضر بتونه دو طرف رو به دور یک میز مذاکره بیاره و روند صلح شروع بکنه. اما همونطور که به شما قبلا بکنم دولت ایالات متحده بسیار کوشید که به یک توافق به طالبان برسه و هدف از اون توافق هم این بود که بتونه کلید بزنه گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و طالبان رو. در حال حاضر من فکر می‌کنم تمرکز ایالات متحده بیشتر قطعاً بر روی بحران کرونا هست، ولی در افغانستان الان تمرکز بر روی بحث خروج آمریکا از اون کشور هست و نهایتاً این دولت افغانستان خواهد بود که خودشون باید زمینه گفتگو با طالبان رو فراهم کنه. آقای کوگلمن، خیلی در مورد داعش حرف زده میشه. آمریکا معتقده که حمله به زایشگاه کار داعش بوده. بارها گفته شد که داعش از افغانستان برچیده شده، داعش کارش در افغانستان تمام شده. چه اطلاعاتی داریم؟ داعش در افغانستان در چه وضعیه؟ Well, it's true that ISIS has been hit very hard. بله، این حقیقت داره که داعش متحمل ضربات سختی در افغانستان شده. این درست است که داعش هرگز به قدرتمندی طالبان در افغانستان نبوده، اما این قابلیت رو داشته که بتونه دست به چندین حمله فاجعه بار در افغانستان بزنه و من شخصا معتقد هستم که او، یعنی داعش، مقصر حمله هفته گذشته در کابل بود. برای اینکه اون حمله در یک مناطق شیعه نشین اتفاق افتاد و داعش هم معمولا حملات خودشو در مناطق شیعه نشین انجام میده، اما اون مقیاس اون حمله، توحشی که در این حمله وجود داشت، حتی از اون حملاتی که طالبان انجام میدن به مراتب بیشتر بود. اما سوال اینجاست که آیا واقعا داعش ظرفیت انجام چنین حملاتی رو داره یا نه. من نظرم چنین هستش که دولت افغانستان شماری از اعضای ارشد داعش رو دستگیر کرد، تعدادی از اعضای داعش هم تسلیم دولت شدند و در عین حال حملات هوایی هم بر روی بعضی از پناهگاه‌های داعش در افغانستان انجام شد. برای همین داعش باید نشون بده که همچنان محلی از اعراب داره در افغانستان از طریق انجام حملات مرگبار. برای همینم برای اینکه اینو نشون بده دست به حمله هفته گذشته خوش به بیمارستان زد، چه بسا از طریق برخی از نیروهای محلی که کمکش کردن در این راه. ولی من فکر میکنم نهایتا داعش میخواد نشون بده که هرچند متحمل ضربات سختی در داخل افغانستان میشه، اما همچنان قابلیت انجام حملات مرگبار در افغانستان رو داره. بنابراین ما هم باید نگران باشیم.
و در نهایت شما گفتید که آمریکا خیلی مصمم نیروهای خودش را از افغانستان خارج بکنه. آیا خروج نیروها قبل از انتخابات اتفاق خواهد افتاد؟ من فکر میکنم که بعید خروج نیروهای آمریکا قبل از انتخابات این کشور انجام بشه. قطعا بحران ویروس کرونا که الان به افغانستان هم هجوم برده میتونه شتاب بده به خروج نیروهای آمریکا از افغانستان. اگر پرزیدنت ترامپ به نتیجه برسه که نیروهاش در افغانستان در معرض ویروس کرونا هستن، میتونه شتاب بده به خروج نیروهاش. اما حدس من این هست که دولت بعدی آمریکا خواهد بود. هر کدوم از احزاب در آمریکا برنده بشن، اون دولت خواهد بود که تصمیم نهایی رو خواهند گرفت که کی نیروهای خودش رو از افغانستان خارج بکنن. در واقع توافق صلح بین آمریکا و طالبان یک زمانبندی رو متصور شده که 14 ماه بعد از امضای توافق نیروهای آمریکا به طور کامل از افغانستان خارج بشن، یعنی میشه حدود بهار سال آینده. بنابراین من فکر نمی کنم که نیروهای آمریکا بیشترشون خارج نشن از افغانستان تا زمان انتخابات آمریکا. بسیار ممنونم. ممنونم از مایکل کوگلمن، معاون برنامه آسیا در مرکز ویلسون از واشنگتن با ما. سازمان جنگل‌های ایران اعلام کرده که طرح مالچ پاشی در 53,000 هکتار از اراضی این کشور برای بازنگری متوقف می‌شود. فعالان محیط زیست و محیط بانان نگران گیاهان و جانوران کمیابی هستند که در مناطق مالچ پاشی شده جانشان در خطر است. با اینکه بعضی از کارشناسان مالچ پاشی را شیوه منسوخ می‌دانند، از مالچ نفتی در بعضی از مناطق ایران برای کاهش گرد و غبار و بیابان‌زدایی استفاده شده. آنایتا شمس گزارش می‌دهد. مالچ پاشی، راه حلی نچندان سیاه و سفید برای مبارزه با گرد و غبار. ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار از فواید مسلم آن میگوید. منطقه بیت کوثر هم خدمتتون بگم که یعنی تپه ماسه‌ای متحرک است و جالب اینه که به دلیل بارش‌های خوبی که امسال هم داشتیم، اون اطرافش که سنوات گذشته عملیات مالچ پاشی و نهالکاری شده بسیار سرسبزه و این جایی که کار نشده کاملا ماسه متحرک بدون پوشش گیاهی. اما در مقابل صدای مخالفان هم بلند است. مسئله سر اینه که مالچ در واقع یک ماده به شدت سمی دارای چسبندگی است، ماده نفتی است. وقتی که روی گیاه زنده پامیش پاشیده میشه، باعث مرگ گیاه میشه. حالا چه مرگ گیاه چه مرگ جانور، هیچ فرقی نمی کنه. در نیم قرن گذشته مالچ نفتی برای تثبیت تپه‌های ماسه‌ای و به عنوان راه حلی برای بیابان‌زدایی در ایران استفاده شده. بعضی از موافقان روش مالچ پاشی با در دست داشتن دلایلی مثل جنگل گنبوعه و بوئینزهرا که حدود 50 سال پیش با مالچ پاشی در بیابان شکل گرفت، این روش را کارآمد می‌دانند. روشی که با آبیاری و کاشت نهال پس از مالچ پاشی همراه بود، شیوه‌ای که در حال حاضر هم در بعضی نقاط اجرا می شود. مالچ پاشی در دشت آزادگان خوزستان به عنوان راهی برای مبارزه با گرد و غبار در هفته های گذشته سر و صدای منتقدان و محیطبانان را بالا برد، تا جایی که با دستور دادستان خوزستان موقتاً متوقف شد. بعضی از کارشناسان تپه‌های شنی را منشأ گرد و غبار نمی‌دانند و مالچ پاشی آنها را اشتباه می‌دانند. دشت آزادگان، فکه و بیت کوثر در استان خوزستان از این دستند. اما وقتی به ماسه‌زارها و تپه‌های ماسه‌ای می‌رسیم که عامل ایجاد بخشی از گرد و غبار هستند، هم استفاده از مالچ باید آخرین راهکار باشه. قبل از اون مسئله همچنان مسئله تثبیت و پیشگیری هست با قروق منطقه، با ایجاد تلاش برای ایجاد پوشش گیاهی میتونیم از استفاده از مالچ پرهیز بکنیم. مجلس ایران اخیراً گزارشی درباره آثار زیست محیطی ناشی از مالچ پاشی در منطقه بیت کوثر استان خوزستان منتشر کرد. در این گزارش آمده تپه‌های ماسه‌ای منطقه بیت کوثر جزو کانون ریزگردهای این استان نیست. جلگه خوزستان به دلیل اکوسیستم شنی منحصر به فردی که دارد، محل زندگی گونه‌های گیاهی و حیوانی کم نظیر و کمیابی خوانده شده که مالچ پاشی نفتی بخش قابل توجهی از زیستگاه این موجودات را تهدید می‌کند.
شنهای روان و گرد و غبار از مشکلات اساسی برای مردم در مناطقی مثل خوزستان و سیستان و بلوچستان است. هر سال مالچ پاشی در مناطقی مثل میلک و زهک در استان سیستان برای مبارزه با گرد و غبار انجام می شود. اما سال بعد مشکل هنوز برقرار است، چرا که عملیات مالچ پاشی با کاشت گیاه همراه نمی شود. اما در مناطقی در همین استان برخی مردم محلی مالچ پاشی را راهی برای تنفس دوباره می دانند. اینجا هامون جازموریان است که پس از سالها دوباره در حال جان گرفتن است و آب در آن جاری شده. اما مالچ پاشی در این منطقه به عقیده کارشناسان اشتباه بزرگی است. آنها کاشت گیاهی و نظارت و بررسی مداوم را تنها راه برای کمک به احیای این منطقه می دانند. استفاده بی‌رویه از زمین و چرای دام‌های زیاد در مناطق تازه به عمل آمده می‌تواند آنها را دوباره خشک کند. بارندگی در کشور ما و کشورهای همسایه افزایش پیدا کرده و بسیاری از تالاب‌ها آبگیری شدن، رطوبت خاک افزایش پیدا کرده و پوشش گیاهی بهتر شده. می‌بینیم که گرد و غبار هم کمتر شده. پس یه نتیجه مهمی که میشه گرفت اینه که حفاظت از حقابه محیط زیستی میتونه به کاهش گرد و غبار در کشور کمک کنه و تامین حقابه تالاب ها میتونه کمک شگرفی بکنه به مهار گرد و غبار در کشور. دو سال پیش چند کارشناس ایرانی در خوزستان نمونه هایی از خاک مناطق مالچ پاشی شده در 40 سال گذشته و مناطق دست نخورده در خوزستان را آزمایش کردند که نشان داد مالچ پاشی باعث احیای پوشش گیاهی در تپه های ماسه‌ای شده است. طبق این گزارش انتشار برخی فلزات و رسوبات ناشی از مالچ پاشی در محیط زیست نگران کننده خوانده شده و گفتند بعضی از این رسوبات می تواند در انسان آلرژی تنفسی ایجاد کند. این گزارش استفاده از مالچ های نفتی برای تپه های ماسه جنوب غربی ایران را توصیه نکرده است. اما آیا راه حلی که در غرب کشور جواب ندهد می تواند راه حل مناسبی برای شرق کشور باشد؟ آنایتا شمس، BBC. دوران قرنطینه دیر یا زود تمام می شود و آنچه در خاطره ها می ماند عکس ها و فیلم هایی است که یادآور خانه نشینی و نگرانی این روزهاست. مریم سعیدپور در یک مجموعه عکس حال و روز خانواده ها را در این ایام تنهایی به تصویر کشیده. خانم سعیدپور دانش آموخته انجمن سینمای جوان و عکاسی در دانشکده خبر است و کار عکاسی را به صورت حرفه‌ای از 15 سال پیش شروع کرده. عکس های او در چندین نمایشگاه داخلی و بین المللی به نمایش در آمده. از او پرسیدم آیا سوژه ها را کارگردانی کرده؟ یه فراخوانی دادم بعد از این جریان کرونا توی شبکات مجازی به آدم هایی که من میشناختن و یه سری آدم اکسپت کردن که من برم ازشون عکاسی کنم و رفتم برای عکاسی و بین توی همه عکسای ما یک در، یک شیشه، یک حفاظی هست که من نظارگرم از بیرون داخل رو و همه چیز از بین این شیشه عکاسی شده. صحیح. رفتید سراغ طبقه متوسط به دلیل محدودیت بود و اینکه قرنطینه ایجاب میکرد؟ اطرافیانم بودن، کسایی بودن که میشناختمشون، چون خودم هم از طبقه متوسط هستم. آدمهایی هم که بهم پیشنهاد دادن که بیام برای عکاسی آدمهایی بودن که از طبقه متوسط بودن. فضای شادی نداره این تصاویر، ولی خب خیلی هم تصاویر دردناک و دلتنگی نیست. حرف عکساتون چیه؟ خب ما داریم دوران متفاوتی رو از قبل تجربه میکنیم. اتفاقی که توی جهان افتاده و همه رو درگیر کرده، روابط انسانی تغییر شکل پیدا کرده. تنهایی رابطه کلن دغدغه من بوده توی عکاسی، منتها با اومدن کرونا یه مقدار شکلش عوض شده، یه مقدار که خیلی زیاد به چالش کشیده شده، روابط محدود شده. این یه تجربه عجیبیه که آدم ها برای موندن و رفتن از خونه و بیرون رفتن آزاد نیستن. خونه های جورایی تبدیل شده به زندان آدم ها و یه جورهایی هم مأمن آدم ها، جایی که میتونن در امان بمونن. همین خیلی وضعیت پیچیده کرده، روابط ما تحت تاثیر
این ویروس قرار گرفته و محدود شده، آدم ها به هم دست نمیدن، نزدیک نمیشن، با یه ترسی با هم دیگه معاشرت میکنن و یه جوری یک پای تمام سلام و خدافزی ها و احوال پرسی های ما میلنگه، همه چیز ناتمام میمونه. من حس و حال، من با آدم ها صحبت میکردم راجع به حس و حالشون توی این روزای کرونایی و فقط تنها کاری که میکردم که کارگردانی میکردم در کادرم، یعنی همون حس و حال خودشونو، نوعی که انتخاب کردن که توی این قرنطینه زندگی کنن، فقط اینو کارگردانیش میکردم توی کادرم. صحیح. خب کرونا و اتفاقایی که این روزا داره میفته بسیاری از چیزا رو در دنیا عوض کرده. بعضیا میگن که شاید خیلی از امور بر نگرده به گذشته. در مورد عکاسی و با توجه به اینکه گفتید رابطه افراد رو میخواید به تصویر بکشید، چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که اثری ماندگار یا دراز مدت بر روی این شیوه کار شما هم داشته باشه؟ من خودم فکر میکنم که این وضعیت پیچیده‌ای که الان توش قرار گرفتیم ما رو تغییر داده، نوع زندگیمون رو، نوع نگاهمون رو، نوع روابطمون رو تغییر داده. فکر میکنم که بعد از این آدم‌های دیگری بشیم، یعنی این خیلی تجربه متفاوتی بوده، چون به هر حال ما یک نوع ترسی رو تجربه کردیم، یک نوع ترسی که خیلی شکلش عوض شده و این برای ما ناشناخته بوده و فکر میکنم که همه چیز تغییر خواهد کرد بعد از این، خود ما آدم های دیگه ای بشیم. بله، خیلی از کارا تعطیل شد، خیلی از کارا محدود شد، مثلا انجام خیلی از کارا. شما که این پروژه رو توی قرنطینه اجرا کردید با چه مشکلاتی روبرو بودید؟ قطعا آسون نبوده که این کار رو بکنید. آره، شاید تو حالت عادی خیلی راحت‌تر میتونستم عکاسی بکنم، خیلی راحت‌تر میتونستم آدم‌ها رابطه برقرار کنم، منتها اینکه با این وضعیت خورده همین که آدم‌ها که به هر حال منو توی اون فضای که قرنطینه‌شون هست بخوان بپذیرن یه خورده متفاوت، تجربه عجیبی بود، این تجربه خیلی خیلی عجیبی بود برای خود من. و اینکه مثلا آدمی که تا مثلا یک ماه با کسی رفت آمد نداشته، حالا مثلا اولین کسی که داشته باش برخورد میکرده من بودم با من عکاس. مریم سعیدپور بود و ممنونم از شما که این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.